500 روپا قرض کردم یعنی میره خریدم. امروز هم به مرغمان ما یه چیزی نداشتیم. گفتم برو روزا میگیریم، خداوند خودش قبولگر است، قبول میکنه. 100 روپا میشه، هیچ هم نمیشه، 50 روپا میشه. بیوستیم. خب چند تا اولادک هستن؟ 6 تا. یک تا برجی که بار داد که همین چیگر داد قرار گرفت که مفل ورداری گرفت دادم تا سم بکنم یکنی گریخت یعنی میالا یعنی تا جگر خون شدم هم. بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه خود با این شعر زیبا شروع میکنیم که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بازم شما را خوش آمد میگم به یک دیگه از ویدیوهای چنل یوتیوب کابل پرو مکس. با ما محمد ارسلان ستوده. امروز یک از روزهای رمضان است و ما آمدیم به سطح شهر کابل و میخواهیم که به یک عده از همشهری های ما که نیازمند هستند چیزی که بر ما رسیده و در وضع توان ماست کمک کنیم. البته تشکر میکنم از کسی که این پول همراه ما و همراه مردم مساعدت کرده که البته ما یک واسطه هستیم، فقط به خاطر خودشان خارج از کشور هستند بر ما فرستادین و گفتین این را برای هموطنان ما که نیازمند هستند میتونین تقسیم کنین و ما خواستیم از این طریق که ایره به تصویر بکشیم تا مصدر خدمت شویم برای هموطنان فقیر ما و همچنان یک پل ارتباطی بتانیم واقع شویم بین کسایی که میخوان به مردم افغانستان کمک بکنن ولی خودشان خارج از کشور هستند و یا افراد بی‌بضاعت نمیشناسن. ما با همکاری بعضی از دوستایی که در کابل هستند یا در سایر مناطق هستند و در سازمان‌های خیریه هستند این افراد رو پیدا میکنیم یا در سطح شهر میگردیم و این افراد رو پیدا میکنیم، خانه‌هایشان رو میبینیم، باهاشون هم کلام میشیم و چیزی که در توان خود ما باشه برشان کمک میکنیم و همچنان شما هم میتونین از طریق شماره واتساپی که در بخش دیسکریپشن چینل ما هست و یا در زیر ویدیو نوشته میشه همراه ما به تماس بگیرید و اگه خواستین همراه با از این خانواده به صورت مستقیم خودتان اگه خواستین و یا به صورت غیر مستقیم توسط ما کمک بکنین. خب فعلا اومدیم در منطقه لب جر خیرخانه هستیم و دمی نزدیکی ما یک خاله است که همینجا به نظرم ترکاری میفروشه. بریم با هم دیگه باش هم کلام شویم ببینیم که چی حال احوال داره. میشه که بریم. سلام علیکم خاله جان. خوب هستیم؟ بخیر صحت من؟ سلامت باشیم. میشه یک کمی بلندتر گپ بزنیم که صدای ما را بیننده عزیز بشه. خال جان چطور از کار با؟ کار از نمی کلاسیم دیگه چیزی مزه نه دیگه که میاله بند نان خوردن من ندارم. ای چیزی کرای خانه میاله بند هستم، کاریگر ندارم، اشتا بپایم خورده ریز هست. اینی میجا گرد پشتم خاطرم ترکاری کشیدم دیگه میگم تبکل ما به خدا جان دیگه. بیشک ما را گرفتیم آمدیم دیگه خدا جان دیگه سر ما رحم روشنی کنه دیگه. بسیار خوب خاله جان، خداوندگان برتان قوت بده. همی که خودتان سر پای خود استاد هستین، کار میکنین و دستتان پیش روی کسی دراز نیست، یعنی می بسیار خوبه. چطور از خاله جان بازده ای دستار خودت میخری پاکاری یا میکنی یا همی تو از مارکت میخری شانه؟ خودم 500 روپا قرض کردم یعنی میره خریدم. من قرض میکنم میخرم خرچ خورا کنیم حالا اولادم داتانان پنجتانان میخرم با مال اولادم میشن. امروز هم به مرغمان ما یه چیزی نداشتیم. گفتم برو روزا میگیریم، خداوند خودش قبولگر است، قبول میکنه. دست دامن خدا را میگیریم. با این میگه کار آوردیم دیگه تبکل ما به خدا. او همسایه ما گفت مرا پیسه، ما گفتم من پیسه ندارم، باش که میاره بخی سودا کنم که بر شما ما پیسه تا نپاس بتم. من میاره چیزی ما زنی در ساتم. نه گاز دارم، نه چی دارم، هیچ غیر دربار خودم ترکاری گا کاس خرید. بسیار خوب. خیر خودت هم این ترکاری ها را خریدی خود پیسه خودش هم به قرض است. قرض ها دیگه چطور کنم دیگه؟ میگم تو میگم میرم از یار تا قرض میکنم پس هم پیسه که امانت شام تو میگم من امانت تا حق خیانت نکرد از من خیر ببینی خانه تا بود. این میره دیگه سودا میکنم تبکل ما به خدا جان دیگه. خب اونا هم خیر ببینن که بر خودتان قرض میده. باز خاله جان چقدر روزانه عید میکنین از این؟ میشه دو صدا میشه، دو نیم صدا میشه، صد رپا میشه، هیچ هم نمیشه، پنجا رپا میشه.
بغیر پیسه هم دست ما نمیاد خیلی نمیره خریده میگه تبکل به خدا جان دیگه. خودت سرپرست خانواده هستی، شوهرتان حیات هستن؟ نه شوهرم دیگه بیوه هست. بیوه هستی؟ خب چند تا اولادک هستن؟ شش تا. شش تانن. خب نام خدا خداوند حفظشان بکنه. خانه باز از خود است یا کرایه؟ نیست اگه نه در خانه را سعی کنی بگو در اینجا موشی جا گذران میکنه که جمعه هستم در اونمو خانه من 3000 پا کرا میتم چون کنیم زندگی سم را دم تیر میشه بچیم اینمیال خودم روی باو دیده یک تا دیگه آمد کمک کرد یک تا برجه که بار داد که امیل چیگه داد قرار گرفت که مفل ورداری گرفت دادم تسم بکنم یکنی گریخت اینمیال همه تا جگر خون شدم هم تا ششتم اینمی ششتم گریان کرد پایدم. او یعنی تنها در فیلم برداری برتان کمک کرد باز پس سودای خود گرفت نه؟ آن گرفت رفت یک جگر خون شدم اینمیال اینمی ساعت از همیستون آمدم گریان کرد آمدم. خیر خاله جان خدا بزرگ است خداوند نمیفهم مالی چی به خاطر ریا خو نمیشه که به یک نفر کمک بکنی باز زوره بگیری بگروزه. خو خیر خاله جان گپ نیست که فامیلی هموطنای ما خودت هم میبینن فامیلی خداوند بزرگ است میشه که ویدیو به دست کسی برسه که فامیلی توانایی کمک کردن به شما را داشته باشه زیادتر از این براتون کمک شوه. بیننده از ویدیو ها میخوام ویدیو را لایک بکنن. این لایک کردنتون بر ما نیست به این کمک میکنه که ویدیو به دست انسانهای بیشتر برسه به دست مردم بیشتر برسه و کسی که میتونه که به این خاله کمک کنه این ویدیو رو ببینه برشان شیر بکنین شما هم کمک کنه که تزمی هم کمک کنه ما که دست دامن خدا و شما را گرفتیم دیگه تبکل ما به خدا جان خدای پاک که شما هم کمک کنه بچیم که تزمی هم کمک کنه که برای ما کمک میکنه. آمین آمین. بله دیگه چی بگویم؟ همینطور که میبینید دور بر ما این مردمی که جمع شدین به خاطر سیل نیستن متاسفانه که تمام همی کسایی که دور بر ما هستن کلشان کودکان کار به حساب هستن یا طفلای هستن که کار میکنن یا خودشان کراچیوان هستن. خب امروز خود تاله خواهر ما که آمدیم پیش همی خواهر بزرگ ما دیگه خواهر جان اگه چی باشه که بریم آساس و طرف خانه تان اگه بر تو مشکل نباشه بریم از خانه را ببینیم که دل هموطنایی که ویدیو را ببینه که جمع شون که این کار کدام کار فریب و چی نیست. بریم خاله جان حرکت کنیم بریم. تندارای گل ما بر جور جنجالی بود منطقه را حتما کامرمن ما فیلم گرفته منطقه فقیر نشین است دیگه سرکا خامه و چی بر جور جنجالی بود رسیدیم به خانه خاله دیگه همین خانه ایش است او طرف ها رو باش یک ببینیم که چطوری قصه هست دیگه. خاله جان چند فامیلی زندگی میکنن؟ چهار فامیل در یک اولی زندگی میکنن کلشان هم کران نشین. خیلی همین خاله ما هسته که امراش گب زده مینه چهره مبارک شان همین خاله ما هسته گرفتن دم دست مفتاد گرفتن پس به مرداریم کردن مواد ما گرفتن دل مفتاد این میال یه چیزی خدای غیر دربار خدا ندارم این میال بقا کار ما به می کامرا ما اینی که چیز کردم امی کل آرده بر اینجا ما گرفت گریخ رفت گفت دیگه از پیشم گریخ رفت این میال جگر خونی کردم من میال قریب اونجا فشارم بالا رفت. خیر خاله جان خیر خداوند بزرگه میشه بریم داخل خانه؟ بیا بیا پیشو کامرا ما این صاحب
خواهی آدم خواهی چه زندگی در بخواهی چکنم زندگی از اون رو هم خیر میشم زندگی به درده بکنم خیر خاله جان میشی خب بیننده عزیز واقعا که کیسنده های دردناک و فاجعه بار بودن چی بودن مچون به زبان گفتگان تا قاصر است از بیان این حالت خداوند خودش رحم کنه بالای ما شما بگن حالا یک ما زال خانه شد دیدین موقعیت خانه را خود خانه را میبینین یک چیزی نیست در قدم یک فرش یک توشک دیوالا به این وضعیت است خاله جانم یک اتاق هست دیگه آه یک اتاق آشپز خانه و نه دیگه چیزی نه و همون کل چیزی نه نه چیز کل چیزی نه اولادکات کجاست خانم؟ اولادکم یک جان داشت درس خواندن رفته نه تا کم دختره کم اینجا در بزر مکم گرفته هم رامجر صدا و عجر صدا کن خوب برو خوب از طفلکات خیلی مکتب کن میره آه مکتب رو شام میکنم دکه این کورس رو شام میکنم خیلی که بخانی بچه مال از مقصدی بود نشم شما خیاد بگریم بگون تو بیا خیر بینین خاله جان خودتان که در هر حالت یک از این طفلکایتان رو میمانین مکتب بخوانند دیگه حتما مکتب خواندن درس خواندن خودش بهترین کار است فعلا اگه که بخوایی که حالا اگه بخوایی که واگه کار به کارم روان کنی از کار از او هم چیز جور نمیشه او بسی دختر جان نامه که چیه؟ مکتب میری؟ چند هستی؟ چطور از وضعیت زندگی چطور است؟ چی میخورین؟ چی میپوشین؟ ما مادرم ترکاری فروشی میکنه و نشد میشه و نشد صبر خدا رو میکنه بشک بشک چی گفتنی چی خواهش داری از کسایی که شما رو میبینن؟ برشان بگویی درد دلیک داری هر گفتنی که برشان داری؟ کمک چیزی کنن خیلی ببینن خانه شما رو بار خدا رو مشکلات یا ایتام شنیدیم دیگه اموجه بر ما گفتی گفتی همین کراچی را از قرض پار میکنی بار نه؟ قرض پار چقدر گفتی قرض پار میدی چی میگی؟ اون را پنج سال پر پنج سال این سی هزار پر انترین میخوانم کاش که خاله جان نبود زیادتر پار میدی همراه چی میکردیم که متاسفانه دیگه ای دست ما هم نیست پیشتر هم که خیلی بینن یکی از وطندارای ما از خارج از کشور کمک کردین و گفتین نیره بر چند نفری بر ما تقسیم کنین بگه بر خدا کت این یک پنج سری خاطر قرضی که قرضی ترکاری رو بیتی این دیگه کام که سودا دیگه بگیری خودت و این ایران ایخانا سودا مردو بر خانه بگیری همین چیزی که دواز توان ما بود برات دادیم دیگه خداوند خودش از او کسی که پیسر روان کده بر از او هم فامیل قبول باشه انشاءالله که در جمعه ریا نمیره که یکان تو میگن در تصویر بخاطر که خاله واقعا نیازمند است و کسی که کمک هم کده معلوم نیست کی است او بر خداوند خود این کار کده و ما بر خداوند خود میکنیم دیگه خداوند بازم دیگه خیراتتون هم قبول کنه خداوند مشکلات شما هم بخیر برطرف بکنه خداوند نگهدار کن باشه خداوند نگهدار از شما باشه از یکان باشه که جوان آمدین در خانه برای سیل میکنن خداوند ایمان نصیبتان کنن هر جای باشه و تکتان یخ باشه نانتان گرم باشه بچه خداوند نگهدار کلتان باشه چوب موفقیتتان نشکنان خدای کن خداوند کتتان خوبی کنن دیگه اینمی وضعیتشان از دیگه ازی که زیادتر چیزی برای گفتن هم نیست و چیزی برای دیدن هم دیگه بازم در بین گپ هم و سخنهای ما تصاویری از خانه و یولی و زندگیشان هم میبینین دیگه بیشتر از این مزاحم خاله هم نمیشیم بیشتر از این وقت شما را هم نمیگیریم دیگه تنها کاری که شما میتونین بکنین اگر که در وس و توانشان توانتان میشه همراه خاله جان ما کمک بکنید در نمبر واتساپ خودشان ندارن پرسانشان کدام دیگه شماره تماسشان پیش ما هست میگیرم از پیششان شماره واتساپ خودم شماره تماسم و ایمیلم در این قسمت دیسکریپشن چینل و همچنان در زیر ویدیو نوشته میکنیم هست میتونین اگر که خواستین همراه ما و همراه خاله جان کمک بکنین بدون شک ثواب داره از اینا که دیگه مستحق و نیازمند کسی نیست و ما میتونیم به شکل مستند
کمکایتان رو به دست خاله جان برسانیم. دیگه ویدیو را حتما لایک کنین، این لایکتان ثواب است، دیدنتان ثواب است، شیر کردنتان ثواب است، تا که به دست مردم بیشتری برسه، به دست کسایی که موقعا میتونن به خاله جان ما کمک کنن ویدیو برسن. دیگه براتون وقت خوب و خوش میخواییم. دیگه اگر از این صحنه‌ای که ما گرفتیم و دیدیم ناراحت شده باشین، از تو معذرت میخواییم. دیگه شما رو به خداوند منان میسپاریم. تا دیدار بعد، بدرود.